درود بر شما دکتر مسعود کاظم‌زاده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سم هیوستون ایالت تگزاس. درود به شما و بینندگان گرامی شما. دکتر کاظم‌زاده، میدونیم که سناتور رابرت منندز، دومین قانونگذار ارشد حزب دموکرات، هم حزبی پرزیدنت اوباما هستش، که روز سه‌شنبه مخالفت خودش رو با توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ اعلام کرد و در همون حال دو دموکرات دیگر به نام‌های سناتور جک رید و سناتور شلدون وایت هاوس که اونها هم دموکرات هستند، حمایت خودشون رو از توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک اعلام داشتند. تعبیر و تفسیر شما از آخرین تحرکات در سنای آمریکا پیشاپیش اون رأی‌گیری تاریخی چیست؟ یه رأی‌گیری تا سپتامبر 17 اتفاق خواهد افتاد. رأی اول اینه که ببینن آیا این برنامه برجام در آمریکا تصویب خواهد شد یا نه. برای تصویب این قرار 50% به علاوه 1 در هر کدوم در سنا و مجلس نمایندگان این نمایندگان رأی بدن. موضوع دوم اینه اگر اکثریت ساده رو بیاره در هم سنا هم مجلس نمایندگان، رئیس جمهور حق داره اینو وتو بکنه و آقای ما گفته اینو وتو خواهند کرد. در نتیجه یک کارزار بعدی خواهد افتاد، یک رأی دومی که اگر هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان دو سوم نماینده ها عضوا رأی بدن، اینها وتوی آقای اوباما رو خونسا خواهند کرد. در نتیجه از چند هفته پیش و چند هفته آینده تا این رأی کارزار بسیار شدیدی خواهد بود، از یک طرف گروهایی که مخالفن و از طرف دیگه کاخ سفید و گروهای موافق برجام فشار خواهند گذاشت، لابی خواهند کرد اعضای سنا و مجلس نمایندگان رو که به اون سویی که خودشون دوست دارن رأی بدن. در نتیجه ما خواهیم دید که در این دو مجلس اونهایی که رهبر هستن، مرجعیت دارن برای خیلی از نمایندگان، اینها میان و عموماً اظهار نظر میکنن که کدوم طرف رأی خواهند داد. کافی مثلا خیلی خوشحال میشد اگر یکی از سناتورهای جمهوری خواه میامد. این نشون میداد که کاخ سفید اون صد جمهوری خواه رو شکسته و همینطور در بین سناتورهای دموکرات و اعضای مجلس نمایندگان که دموکرات هستن، اینها وقتی که میان میگن که رأی بر علیه برجام خواهند داد، این نشون میده که نه فقط این رأی اولیه تصویب نخواهد کرد برجامو، بلکه کارزار برای خونسا کردن رأی آقای اوباما بسیار شدید خواهد بود و این رأی نهایی بسیار نزدیک خواهد بود. چون بینندگان گرامی شما میدونن اعضای بزرگی هم در سنا هم در مجلس نمایندگان در دست جمهوری خواهان از انتخابات پیشی. در نتیجه و جمهوری خواه گفتن که به این توافق هسته‌ای رأی منفی خواهند داد. در نتیجه اون تقریبا واضح است که این رأی رو نخواهد آورد اگر رأی بگیرن. کاخ سفید هم خیلی گفته بود اصلا اینا مایلن که کنگره دخالت نکنه، کارو خراب نکنه، فقط کنار بشینن. ولی جمهوری خواهان و یک عده از دموکرات های با نفوذ گفتن نه، اینا مایلن که کنگره نقش قانون اساسیشو داشته باشه و رأی بده. بله. خب حالا دکتر کاظم‌زاده، میدونیم که آقای منندز به این علت گفته مخالفه که میگوید که این برجام به امنیت ملی آمریکا لطمه وارد میکنه و در واقع سیاست دیرینه آمریکا مبنی بر جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای رو رها میکنه، یعنی در واقع مغایر با اون هستش. تا چه حد سناتور منندز که قبلا رئیس کمیته روابط خارجی سنا بوده نفوذ داره روی بقیه همحزبی‌های خودش که اونها هم احتمالاً بیان و به منندز بپیوندن؟ در امور خارجی آقای سناتور منندز بسیار بسیار پرنفوذ هستند و تا چندی قبل حتی رئیس و بعد بالاترین عضو دموکرات در شورای امور خارجی سنا بودند. در کمیته روابط خارجی. بله.
در سنا. نج ایشون بسیار پرنفوذ هستند و مخصوصا راجع به ایران ایشون هم قبل از اینکه سناتور باشن عضو مجلس نمایندگان بودن. ایشون این یکی از تخصصیشونه. 100 تا سناتور و 435 عضو مجلس نمایندگان همه نمیتونن در همه چیز متخصص بشن. تعدادی در یک امر بخصوصی تخصص پیدا میکنن و ایشون در امور خارجی و مخصوصا ایران نقش بسیار پررنگی داشته در سالهای اخیر. یک مقدار تحریم‌های قبلی رو ایشون مسئولشون بودن و ایشون موضعشون روی جمهوری اسلامی همیشه خیلی سرسخت بوده و در نتیجه خیلی از سناتورها و همچنین اعضای مجلس نمایندگان حرف ایشون رو قبول دارن. در نتیجه اول از همه این باعث تعجب نبود که ایشون مخالفت کردن و ولی در نتیجه این یه مقدار جای تعجب نبود مخالفت کردن و به نظر من تعداد بسیاری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان به دنبال ایشون خواهند رفت. همچنین آقای چاک شومر ایشون هم بسیار بسیار پرنفوذ هستند. احتمال بسیار زیادی داره ایشون رهبر سناتورهای دموکرات بشن. بله. بعد جناب آقای رید استعفا دوباره نخواهند سناتور شد. درچه ایشون هم فرد بسیار سناتور بسیار بسیار پرنفوذی هستند. میدونیم که آقای منندز در ماه آوریل به اتهامات مربوط به فساد به اتهامات بر اون وارد شده و باید به دادگاه بره و از خودش دفاع کنه. آیا این هیچ لطمه‌ای به پرستیژ سناتور منندز وارد کرده، این اتهامات مربوط به فساد؟ بله، این گویا یک دوستی داشتن که پزشک بودن و به ایشون پولهای زیادی داده بودن که برای همه هست و ایشون گویا یک مقدار تلفن‌های زده بودن، کارهای کرده بودن، کارهای ایشون رو درست بکنن. در نتیجه با اینکه این غیرقانونیه در آمریکا که یک عضو سنا یا مجلس نمایندگان یه پولی بگیره و بگه در ازای این پول من فلان کار رو برات میکنم. بله. ولی اگر همه اینا پول میگیرن و یکی از وظایفشون هست که به اعضای که سیتیزن های آمریکا، شهروندان آمریکا کمک هایی رو بکنن. در نتیجه این خیلی چیز تکنیکی است، فنی است. اگر دولت بتونه ثابت بکنه که ایشون اینو پول گرفته در ازای اون کار، ایشون به احتمال قوی مجبور به استعفا خواهند شد. ولی اگر دولت نتونه ببره در دادگاه، ایشون تبرئه خواهند شد و این چیزیست که به صلاح بسیار فنی است و به صلاح چیز خیلی بدی نیست. خب در مورد سناتور جکرید صحبت کنیم. ایشون عضو کمیته اطلاعاتی سنا هستند و خب در اون کمیته به صورت محرمانه بسیاری از اطلاعات مربوط به این مذاکرات هسته‌ای رو ایشون شنیده و میدونه و وقتی جک رید میاد و حمایت میکنه از پرزیدنت اوباما و اینها میگویند که این برجام به نفع امنیت ملی آمریکا و متحدینشه، آیا اونها کفه ترازو بیشتر به طرف اونها نخواهد بود، به طرف کسانی مثل جک رید که هم آوا با پرزیدنت اوباما معتقده که این توافق به نفع منافع ملی، مصالح ملی آمریکا و متحدینه؟ بله، این اثر خواهد داشت ولی نه اونقدر زیاد، چون ایشون دموکرات هستن و ایشون خیلی نزدیک به پرزیدنت اوباما بودن. در نتیجه ایشون مسلما تأثیری خواهند داشت ولی اون تأثیری که مثلا نظر آقای شومر داشته بسیار بسیار گسترده تره. در نتیجه انتظار اصولا اینه در همچین کارزاری اعضای حزب حمایت بکنن از رئیس جمهور همحزبی خودشون، مخصوصا در حمایت از اینکه وتوی ایشون حفظ بشه. در نتیجه حزب و کاخ سفید فشار بسیار زیادی خواهد آورد اصولانی در این مسائل و جای تعجب اون خواهد بود که افراد همحزبی پرزیدنت، هر پرزیدنتی بیان و در یک مسئله بسیار پر اهمیت مثل جریان هسته‌ای با ایران رأی مخالف بدن. بله. و این نشون میده اجماعی وجود نداره در بین سیاستمداران تراز اول آمریکا که این برجام برنامه توافق هسته‌ای در منافع ملی آمریکاست و برای اینه که این کارزار بسیار جالبه و بسیار سرسخت خواهد بود و آقای اوباما اینو به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاسی خارجی خودشون، شاید بزرگترین دستاورد سیاسی خارجی خودشون خواهند دونست، میراث بزرگی برای ایشان خواهد شد اگر
این برجام تصویب بشه و از همه اینا پر اهمیت‌تر این موفق باشه در اجراش. اگر هم تصویب بشه که به نظر من کنگره اینو تصویب نخواهد کرد، بعد کارزاری خواهد بود که آیا ویتوی آقای اوباما خونسا میشه یا نه، و ما به اصطلاح قدم‌های بسیار بسیاری بعد از این خواهیم داشت و آینده این قرارداد معلوم نیست. به این دلیل نظر شما نظر شما اینه که در اون رأی‌گیری که قراره تا 17 سپتامبر در سنا و مجلس نمایندگان به عمل بیاد، آقای اوباما به اندازه کافی رأی نخواهد آورد، یعنی در واقع توافق اتمی رأی نخواهد آورد و توافق مورد تایید قرار نخواهد گرفت و بعد کار میرسه به این که اوباما بیاد و وتو کنه و بعد هم مسئله اینه که آیا دو مجلس میتونن این وتو رو خونسا کنن یا نه. در سنا ظاهرا آقای اوباما به 67 یعنی طرف مقابل به 67 رأی نیاز داره برای اینکه این وتو رو خونسا بکنه. الان الان چند رأی دارند جمهوری خواهان جمعا؟ جمهوری خواهان الان حدود 52 عضو در سنا دارن و دو نفر از سناتورها مستقل هستن، آقای انگس کینگ هستن و یکی آقای برنی سندر هستن. برنی سندرز که اصولا سوسیالیست هستن، مارکسیست هستن، چپ دموکرات ها هستن و اعلام کردن که با برجام موافقن. آقای کینگ هم، سناتور کینگ هم یکی از اون افرادیست که یک مقدار انتظار بود که مخالف باشن ولی ایشون موافقتشون رو اعلام کردن. در نتیجه الان حدود 6 تا سناتور دموکرات اگر رأیشون برگرده و به مخالفت رأی بدن، اینا به 67 خواهند رسید، چون 54 تا رو دارن. سناتور فلیک و سناتور پال دو تا جمهوری‌خواه بودن که کاخ سفید امیدوار بود اینا یا رأی به نفع تصویب بدن یا حداقل ممتنع بمونن، ولی این دوتا جمهوری خواهان تنها دو جمهوری خواهی سناتور بودن که اینا گفتن نه، مخالفت رأی خواهند داد. در نتیجه این روند به طرفی است که در عرض این چند هفته معلوم شده که مسلماً این تصویب نخواهد شد و کارزار اصلی همونی که شما فرمودین دو سوم خواهد بود. البته که در رأی اول هم دو سوم بیارن واضح میشه که آقای اوباما نمیتونه وتو بکنه، ولی به احتمال قوی یک تعداد رأی اول دوم ممکنه فرق بکنه. دو تا کازی داده، چه تفاوتی خواهد بود اگر این توافق اتمی در همون دور اول به تصویب برسه که البته شما الان میگویید و خیلی کارشناسان دیگر که اینطور نخواهد شد، و اینکه از طریق وتوی رئیس جمهور این حالت اجرایی پیدا کنه، برای رئیس جمهوری بعدی چه الزامات قانونی به وجود خواهد آمد اگر این توافق از طریق وتوی پرزیدنت اوباما حالت اجرایی پیدا کنه، یا اینکه از طریق فرض کنید بدون وتو حالت اجرایی پیدا کنه که البته اون حالت رو شما فکر میکنید پیش نخواهد اومد؟ این سوال بسیار بسیار خوبیه و شما ممکنه جوابات مختلفی از متخصصین بگیرید. در نتیجه این زیاد 100% معلوم نیست. اصولا در سیستم قانون اساسی آمریکا برای یک توافق بین المللی باید سنا فقط دو سوم رأی بیاره و این معادله، این معامله بین المللی تا الزام آور برای رؤسای جمهور بعدی. اگر رئیس جمهور نخواد اینو بگه، یک معاهده بین المللیه، بهش میگن executive agreement. این یعنی executive یعنی قوه مجریه و agreement یعنی توافق. این خیلی استفاده شده، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم بسیار بسیار استفاده شده و این اصولنی قراردادی است فقط بین اون رئیس جمهور و کشورهای خارجی، و رئیس جمهور بعدی ممکنه اینو قبول بکنه، ممکنه اینو قبول نکنه، و در عرض بعد از انتخاب قبل که رئیس جمهور بشه و چند ماه بعدش حدود چند صد چند هزار اگزیکتیو اگریمنت و اگزیکتیو اوردر، اونم به صورت چیز دیگه شبیه این در سیاست و قوانین داخل امریکا، فرمان اجرایی منظورتون از اگزیکتیو اوردر؟ بله.
در نتیجه در بعد از انتخابات و قبل از اینکه رئیس جمهور وارد کاخ سفید بشه، بعد از انتخابات نوامبر 2016 رئیس جمهور جدید میان میگن که ما این قرارداد این اگزیکتیو اگریمنت رو که قرارداد بود فقط بین کاخ سفید و کشور خاکی قبول میکنه یا نه. در نتیجه با این توضیح میگم اگر این کنگره اینو تصویب نکنه و فقط کافی است اکثریت ساده 50% علاوه یک در سنا و در مجلس نمایندگان رأی به این ندن، در نتیجه آقای اوباما قبل از اینکه اصلا وتو بشه یا نه، در نتیجه آقای اوباما اینو ببره برده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، این به عنوان قانون لازم اجرا برای رئیس جمهور بعدی نخواهد بود. هر چی که بشه تا وقتیه که یک سال و اندی آینده، یک سال چند ماه آینده تا وقتی آقای اوباما رئیس جمهور هستن، این دولت آمریکا قوه اجرایی اینو اجرا میکنه. رئیس جمهور بعدی این قدرت رو داره از لحاظ قانون اساسی آمریکا، سنت آمریکا، که اینو برجام قبول بکنه یا قبول نکنه، که واضح است در اجرای آن در دو سال آینده مشکلات عدیده بسیار زیادی خواهد بود در این. و این بسیار اساسی است که این رأی اول چطور خواهد بود و رأی دوم چطور خواهد بود. و میدونیم آقای کری هم رئیس وزیر خارجه گفته که اگر این برجام تایید نشه این حتی ممکنه بر ارزش برابری دلار آمریکا تأثیر بذاره. آقای دکتر کاظم‌زاده تعجب بود، خیلی از متخصصین این امر بین المللی اومدن گفتن این قلوف شده و به احتمال بسیار بسیار زیاد به اون صورت نخواهد بود. ایشون صحبت کردن به احتمال قوی بدون اینکه مشاوره های متخصصی رو داشته باشن. خب میدونیم که این همطور که شما در سخنانتون فرمودید یکی از جنجالی ترین کارزارهایی خواهد بود که در کنگره شاهدش بودین در این سالهای اخیر. شما که این مسائل رو به دقت دنبال میکنید، آیا هیچ کارزار دیگری رو به یاد دارید که یک رئیس جمهور اینقدر تلاش کرده باشه برای به تصویب رسوندن یک توافق، یک لایحه در کنگره آمریکا؟ در امور بین الملل بله چند تا در گذشته بوده. یک چیز بهش میگفتن قرارداد کیوتو که راجب محیط زیست بود و اینا، آقای رئیس جمهور بیل کلینتون شدید موافق این بوده ولی دو سوم سنا نیومد، ایشون درنچه اون یکی بود. قبل از اون پرزیدنت کارتر در قرارداد مال پاناما، پاناما کانال، اون کانالی هست که در پاناما هست، اونو ایشون میخواستن. در نتیجه چند دفعه بوده در امور خارجی. اصولا در سنت آمریکایی یا سیاست خارجی با اینکه کنگره قانون اساسی بهش قدرت‌های زیادی داده، اصولا روند این بوده که اجازه بدن رئیس جمهور یه سری تصمیمات رو بگیره. فقط در اون مواردی که اجماعی وجود نداره یا عقاید خیلی شدید هست، اون موقع رئیس جمهور کارزار مشکلی خواهد داشت. در نتیجه این جزء اون دو سه تا موردی است که در عرض 40 سال اخیر اینقدر جنجالی شده. ولی در موارد خارجی همین چند ماه پیش پارسال ما برنامه چیزو داشتیم برای ایمیگریشن که آقای اوباما از قدرت که میگن اگزیکتیو اوردر، که یعنی این قانون نیست که مجلسین گذرونده باشن، ایشون از اون قدرت خودشون استفاده کردن و اون تا وقت که ایشون رئیس جمهور هستن این ادارات قوه اجراییه، قوه مجریه اینو باید اجرا. و در مورد مسئله کانال پاناما هم به یاد داریم که آقای کارتر خیلی تلاش کرد و آخرم این تصویب شدش. به نظر شما تا چند اندازه اگه اجازه بدین یه نکته دیگر هم الان یادم اومد بود، اونم بود بعد از جنگ جهانی اول رئیس جمهور وودرو ویلسون قرارداد ورسای امضا کرد که جنگ جهانی اول رو پایان داد و آمریکا بعد از اون قرارداد عضو جامعه ملل میشد، لیگ آف نیشنز، و اون رو سنای آمریکا تصویب نکرد. و جالب اینه که با اینکه خود مقر لیگ آف نیشن در سان فرانسیسکو بود ولی به دلیل اینکه سنای آمریکا دو سوم رأی رو نیاورد، آمریکا خودش عضو
این نبود، در صورتی که یکی از آرشیتکت های اصلی اون قرارداد رئیس جمهور ویلسون بود. در نتیجه این در گذشته آمریکا بوده ولی خیلی خیلی کمیابه. بله. زیاد اتفاق نمی‌افتاد. خب میدونیم که هر دو طرف یک کمپین بسیار شدیدی رو راه انداختن. هنرپیشه های هالیوود هم حتی در این کمپین حضور دارن و هنرپیشه ها تا اونجایی که من دیدم اکثرشون به نفع برجام آمدن و آگهی های تبلیغاتی درست کردن. ولی دیروز شاهد این بودیم که گروهی از ایرانیان، کسانی که فرض کنید خانواده های زندانیان سیاسی سابق، کسانی که خودشون زندانی شدن در زندان های جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار گرفتن، عده‌ای از روزنامه‌نگاران، عده‌ای از فعالان سیاسی، اینها آمدن و خلاصه مخالفت خودشون رو با این توافق اعلام کردن. حالا سوال من در رابطه با مخالفت کشور اسرائیل، میدونیم که نخست وزیر اسرائیل این رو یک اشتباه تاریخی خوانده این قرارداد رو، فکر میکنید تا چه حد قانونگذاران آمریکایی زیر نفوذ دولت اسرائیل هستن که بیان و جلوی اجرایی شدن این توافق رو بگیرن؟ دکتر سوال سختی میپرسین. اجازه بدین اول یه مقدار بگم. برای سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان وقتی میخوان رای های بسیار مشکلی رو بدن، چند تا عامل تأثیر گذاره. یکیشون افکار عمومی است و این به اصطلاح کارزار و کمپینی که هست و این لابی هایی که میشه و شکل میده، هم مستقیم و هم غیر مستقیم، روی افکار عمومی آسون میکنه بعضی از سناتورها رو و بعضی از اعضای مجلس نمایندگان رو که یا این ور یا اون ور رای بدن. در نتیجه این بسیار حائز اهمیت مخصوصا برای این، چون یکی از عواملی که اعضای کنگره میخوان اینه که آیا این رای که میدن نشون میده که اعضای اون ایالتشون یا اون محل انتخاباتشون نظرشون چیه. بله. اگر مثلا اکثر آمریکایی‌ها موافق این توافق باشن، در نتیجه یکی میتونه به این رای بده حتی اگر مثلا ایپک یا دولت اسرائیل اینو نخواد. و چند روز پیش حدود 400 خورده خاخام‌های یهودی آمریکا رای دادن. در نتیجه اینم آسان‌تر میکنه برای یک عضو دموکرات که بیاد رای بده، تصویب بکنه بر جامعه. در نتیجه اینا خیلی خیلی اهمیت دارن. این توافق اتمی که آقای اوباما امضا کردن چند ماه پیش، این یک جزئی از سیاست کلی آقای اوباما در 6 سال و نیم گذشته بوده. مثلا برای مثال در سوریه آمریکا دخالت زیادی نکرد، بسیار بسیار جزئی بوده. برنامه بوده به اسم کلینتون پتریوس پلان، یعنی در دور اول اعضای ارشد امنیت ملی آمریکا که اون موقع خانم کلینتون وزیر امور خارجه بودن، آقای پتریوس رئیس سیایه بودن، اینا یک برنامه‌ای داشتن که کمک‌های عظیمی بشه به مخالفین میان روی آقای اسد. همون سال اول اونو آقای اوباما برخلاف اکثر مشاورین ارشد خودشون قبول نکردن. این نشون میده ایشون نمیخواستن بیان و خیلی مستقیم عمل بکنن که اگر آقای بشار اسد میافتاد این شکست استراتژیکی برای جمهوری اسلامی بود. این در یک مثال. همینجور در عراق در نتیجه یک سری کارهایی بود آقای اوباما کردن یا نکردن که بسیار حائز اهمیته. مثلا در عراق آقای ایادی اگر یادتون باشه انتخاب شدن، بیشترین رأی آوردن، ولی دولت اوباما کاری نکرد و گذاشت نوری المالکی با کمک جمهوری اسلامی نخست وزیر بشه. مثال‌های بسیار زیادی است. چند سال پیش خب در مورد چون وقتمون کمه در مورد اسرائیل صحبت کنید، چه مقدار نفوذ داره اسرائیل روی قانون گذاره؟ درنچه یک سری سیاست‌های آقای اوباما با جمهوری اسلامی که این خیلی معتقدن قدرت جمهوری اسلامی رو بیشتر کرده، هم در داخل ایران تحکیم شده هم در خارج کشور. در نتیجه کشورهای محلی مثل عربستان سعودی، اسرائیل، اینا خیلی با سیاست خارجی آقای اوباما روی جمهوری اسلامی مخالفن. برنامه اتمی جزئی از این برنامه بهش میگن گراند استراتژی دولت آمریکا، یعنی سیاست کل خارجی آقای اوباما روی خاورمیانه است. آقای اوباما برعکس سیاست خارجی آمریکا از 1979 تا 57 که ایران رو مهار میکرد مستقیم و غیر مستقیم،
آقای اوباما میخواد ارتش آمریکا رو از عراق کشیده بیرون و همطور از افغانستان کشیده بیرون و در نتیجه میگه ایران فقط بمب اتم نسازه، به گروه تروریستی کمک نکنه مستقیما و خب رقابت باشه بین ایران و اسرائیل و عربستان سعودی و کویت و بحرین. این آقای اوباما این سیاست خارجیشه. کشورهای اونجا تا حالا متکی بودن به کمک‌های وسیع آمریکا. حالا که آمریکا قراره بکشه بیرون، خب درش اسرائیل و عربستان سعودی باید مستقیما خودشون با جمهوری اسلامی مقابله بکنن در عراق، در یمن، در کویت، در بحرین، در مثلا برای اسرائیل با حزب الله لبنان و حماس و غیره. البته بگیم حماس چرخشف در مقدار اوضاع تغییر کرده. در نتیجه اونها نگران برنامه هستی جمهوری اسلامی هستن، ولی نگرانی دخالت ها و جنگ های نیابتی هم با جمهوری اسلامی هستن و اونا انتظار داشتن آمریکا تمام قد در کنار اینا جمهوری اسلامی مهار کنه، همونطوری که سیاست خارجی آمریکا بوده در عرض 30 چند سال اخیر تا قبل از آقای اوباما. یک مقداری که اینها بسیار نگران هستن اینه. البته آقای اوباما و کاخ سفید میگه نگرانی آمریکا اینه که جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه. بمب اتم داشته باشه بقیه چالش ها بسیار بدتر خواهد شد، شدیدتر خواهد شد. اونا معتقدن خب قبل از اینکه جمهوری اسلامی دست یابی بکنه به بمب اتم، الان آمریکا باید تمام قد جلو خب جمهوری اسلامی باشه. من سوالم اینجوری میخوام مطرح کنم که اگر فرض کنید نتانیاهو میامد و از این توافق حمایت میکرد، آیا الان باز هم شاهد مخالفت قانونگذاران آمریکایی با برجام می بودیم؟ نه خیر واضح است اگر آقای نتانیاهو موافقت با این میکرد، با این برجام میکرد یا سکوت اختیار میکرد، برای آقای اوباما بسیار ساده تر این می بود که این تصویب بشه یا کنگره دخالت نکنه در این امور. در نتیجه اینی که آقای نتانیاهو به این شدت مخالفت کرده، این کار آقای اوباما رو بسیار بسیار سخت‌تر کرده و واضح است که آقای اوباما کاخ سفید هم عکس العمل بسیار منفی نشون داده. تا حالا اینقدر تنش رابطه بین یک رئیس جمهور آمریکا و یک نخست وزیر اسرائیل نبوده و ادعاش اینه که هر دو طرف معتقدن سیاست در مقابل ایران برای اینا بسیار بسیار حیاتی و حائز اهمیت. خب این هم باید یادآور بشیم که آقای جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ابراز اطمینان کرده که توافق هسته‌ای با ایران مورد تایید کنگره سرانجام قرار خواهد گرفت. دکتر کاظم‌زاده سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.